Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Welcome to Wonderland, see ya. از مسیر فلان کسا مسیر رو ندید اول سنیش رو گفتم خوابیدم خوابی چه هست من دونستم بخوابم هوا چه بوی دریا میده بوی هوا خیلی فرق میکنه به نسبت مورد دریام بوی شمال رو میده والنسیا شرق اسپانیا اینم ذکر کنم خب الان اولی کاری که میکنیم میریم به مورد دستشوی و بعدش پیاده میرم سمت دانشگاه فکرم این سر چند دقیقه پیاده روی دارم تا دانشگاه بیافم آره شهر رو بهتون نشون میدم هوا یه ذره شرجیه ولی ندارم شرجیه واقعا Ups and downs, just like every different season, yo. خب آقا من برای این دستشویی 60 پول دادم. یعنی اولین باری که تو زندگیم در اسپانیا دارم برای دستشویی پول دادم. ولی دستشویش خیلی تمیز مرتب و شیک آهنگم گذاشته و خیلی تکنولوژی قوی. استایل من برای امروز هوا گرمه در نتیجه میخوام پیرهن ساده گلو مشاد بپوشم بیام الان من میخوام ضد آفتاب بزنم خوب نشون میدم ضد آفتاب من این ضد آفتاب رو استفاده میکنم بیوره یوزی خیلی برای شیست من یه دوش میزنه خیلی شده خیلی هم سم بکنم خب بچه باید این مسیر رو مستقیم بریم که برسیم به دانشگاه یه 40 دقیقه این پیاده روی داره که مهم نیست میریم پیاده خب تا من برسم بذاریم تعریف کنم براتون که چیا شد من الان والنسیا چی کار میکنم خب آقا طبق ریاکشنم به نتیجه کنکورم میدونی که کنکورم رو خوب دادم خب و نمره هم دقیقا شده بود 13.378 خب و من رفتم مدرک زبان بگیرم یعنی آزمون زبان دادم آزمون CL دادم حالا بعدا براتون یه ویدیو جداگانه درست بکنم توضیح میدم که آزمونش چجوریه و چجوری بخونیم براش و اینا و رفتم آزمون CL دادم دوستام هم گفتن که جوابش 3 روزه میاد خب و مثلا بچه‌ای که پارسال داده بودن جوابشون خیلی زود اومده بود من به همین هوا دیگه 27 می رفتم آزمونش رو دادم و گفتم که خب دیگه میاد دیگه تا مثلا آخرین روز انتخاب رشته بود 7 جولای خب و من 27 آزمون رو رفتم دادم آقا 7 جولای رسید مدرک من نرسید 10 روز گذشت مدرکم آپلود نکردم دیگه خب بعد 8 مدرکم اومد باورت میشه گفتم خب مرد بگیری میتونستی یه روز زودتر بفرستی دیگه خلاصه آقا مدرک من 8 اومد خب بعد حالا تو فرض کن که باید مدرک تو به تایید اوندم برسونی که باز اون خودش یه پروسه ایه خب خلاصه نتایج انتخاب رشته اومد من برای 3 کمونیداد برای 3 استان انتخاب رشته کرده بودم مادرید، والنسیا، کاستیه لئون بعد نتایج کاستیه لئون اومد پزشکی سالامانکا قبول شده بودم و مادرید هیچی قبول نشده بودم ببین هیچی با نمره 13 خورده هیچی قبول نشده بودم و والنسیا داروسازی قبول شده بودم بعد گفتم خدای من برای چی داروسازی والنسیا قبول شدم خلاصه شروع کردم اعتراض فرستادن که
دیگه مدرکمو داشتم، به خاطر مدرک زبان بود که قبولم نکرده بودن. مدرک زبانو آپلود کردم هم برای مادرید هم برای والنسیا که اوکی بشه و اینا، و نتایج اعتراضم اومد. اتونومای مادرید اعتراضمو رد کرده بود و گفته بود که تو سطح B2 نیست، B1. بعد من اینجوری هم که چی داری میگی؟ B2 دیگه. یعنی یه ریسی بود که من خوردم، گفتم خدایا این چی زدن اینو؟ B2 واسش فرستادم دیگه. گفتش که نه شما B2 نداریم نمیتونیم. حالا منو میگی یعنی چی؟ آقا پاشدم رفتم دانشگاه اوتونوما که داستان از چه قراره. گفتم که آقا من مدرک B2 فرستادم براتون، شما میگین B2 نیست، پس این چیه؟ به تایید اونه دم رسیده. و خانمه گفتش که ای راست میگی فلان، دوباره اعتراض بزن. دوباره اعتراض زدم، گفتش که این سری قبول کردن، گذاشتنم توی لیست انتظار پزشکی. و دانشگاه آلکالا د انارس که توی استان مادرید هست هم پزشکیشو قبول شدم. بعد دانشگاه والنسیا نتیجه اعتراضم اومد، دندون پزشکی قبول شده بودم و کسایی که اعتراض زده بودن تو خود سایت نوشته بود که اگر که نمرهشون به پزشکی میرسیده باید حضوری پاشن بیان دانشگاه. خلاصه آقا من رفتم توی پورتالم، پورتال دانشگاه والنسیا، همه درخواستام پاک شده بود. بعد اینجوری بودم what the hell، یعنی چی؟ یعنی چی شد؟ یعنی سکته رو من زدم. بعد والا چی میشه فلان اینا، مجبور شدم حضوری پاشم بیان والنسیا، چون هم نمرم به پزشکی میرسید، همین که تو پورتال هم دیگه هیچ درخواستی نداشتم، یعنی اصلا نتیجه ای نمیتونستم ببینم. خلاصه آقا قبل از اینکه بیام والنسیا، خب هنوز نتایج نیومده بود، نتایج دوم توی لیست انتظار نمره ها اعلام نشده بود، خب و من نمیدونستم که والنسیا قبول میشم یا نه. حالا بادم میاد اینم الان میره. بعد چون که به طرز مسخره ای تایم انتخاب واحد دانشگاه فرق میکرد و زمان ثبت نامشون با هم یکی نبود، من مجبور شدم پزشکی اتونومای مادرید رو ثبت نام کنم. خب و وقتی ثبت نام کردم شهریام فکر کنید چند شد؟ 8300 یورو برای یه سال، در صورتی که کسایی که مثلا اسپانیایی هستن یا اقامت اینجا رو دارن میشه 1000 و خورده ای، ولی برای من که ویزام دانشجوییه، اقامت دانشجویی دارم و بهش میگن استانسیا، استانسیا با رسیدنسیا فرق میکنه و باید رسیدنسیا داشته باشی که ارزون در بیاد باشه. فهم مادید اونطوریه ها، بقیه شهر سالامانکا و والنسیا هم 1000 و خورده ای در میاد، چه استانسیا باشی چه رسیدنسیا باشی فرق نمیکنه. دیگه خلاصه اتونوما ثبت نام کردم که ببینم چی میشه، نه پره، یعنی یه چیز رو داشته باشم. که بعد نتایج والنسیا اومدیدم که نمرم میخوره به پزشکیش، گفتم که خب بیام حضوری هم شهر رو ببینم، همین که برم دانشگاه صحبت کنم. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy. این وسط، حالا فرض کن من این همه مشکل پشت سر هم واسم به وجود اومد، اول که مدرکی به موقع نرسید، بعد اعتراض دارم، اعتراضم رد شد، یعنی اصلا یه وضعی. خب بعد حالا فرض کن من تو این پروسه، خب تا حالا انتخاب رشته که نکرده بودم، که خیلی انتخاب رشته اینجا پیچیده است کلا، فقط سالامانکا خیلی راحته، وگرنه مادرید و والنسیا یه ذره
کورسر اصلا پورت کوین داره، بعد هر استان جدا انتخاب رشته میکنی، مثل ایران نیست که همه رو ردیف کنی، یعنی اصلا هر استان جدا. بعد سالامانکا یکی از گزینه هاش، من شک داشتم که پروسه سالامانکا رو دارم درست انجام میدم، کاسیه لئونو، بعد از یکی از این ایرانیایی که کلاس کنکور برگزار میکنه برای ایرانیا پرسیدم که آقا این چی میشه؟ گفت فلان گزینه رو بزن. بعد از اینجا که من از ایرانیای اینجا خیلی آسیب دیدم از اطلاعات غلطی که میدن، خودم رفتم دوباره تحقیق کردم، اشتباه بهم گفته. و خب من اون گزینه‌ای که میدونستم و انتخاب کردم درستم بود. بعد یه سری از بچه‌ها که با این آقای کلاس کنکور داشتن به حرفش گوش کرده بودن و کاسیه لئون هیچی قبول نشده بودن به خاطر همون گزینه اشتباه. بعد میگم خدای این مدرک، مثلا میاد کلاس کنکورم میذاره بعد یه اطلاعات درست هم نمیتونه بده، بعد خدای هرسم میگیره، به خدا یعنی هرسم میگیره. خلاصه که ازم به شما نصیحت، اطلاعات از ایرانی ها نگیرین، چرت میگم. و یه نفر دیگه، من سر والنسیا، خب والنسیا پارسال مدرک زبان نمیخواست، خب و همه بچه ها به این هوا که فقط مادرید مدرک زبان میخواد، خب همه رو والنسیا حساب کرده بودن. بعد خبرش در اومد که اصلا شایعه شد بین ایرانی ها که مثلا اینکه والنسیا هم از امسال مدرک زبان میخواد. بعد حالا همه هم به خودشون افتادن که وای چی کار کنیم حالا. بعد من از یه خانومی که اونم کلاس کنکور میذاره، خب پرسیدم که آقا والنسیا مدرک زبان میخواد؟ اونم با اطمینان گفت نه من مطمئنم مدرک زبان نمیخواد. و مثلا شایعه کردم میشناسی که ایرانی ها رو چرت زیاد میگن. و من اینجور دارم که اوکی. بعد زنگ زدم دانشگاه، دانشگاه گفت آره مدرک میخواد، که بعد من رفتم آزمون زبان دادم. و بعد این خانومه دو روز قبل از پایان اون تایم انتخاب رشته به من پیام داده که رمینه جان مثل که والنسیا مدرک میخواد. خب تو که دیگه کلاس کنکور میذاری که دیگه باید بلد باشی این رو. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. یه اسپانیا، یه سریا خیلی مخالف این قضیه ان که گاو بازی وجود داشته باشه، چون آسیب به حیوانا و اینا، حمایت از حیوانا این داستانا توش اصلا نیست و یه گاو بدبخت رو میندازن اون وسط. ولی یه سریا خیلی هم دوست دارن و میگن که مثلا نه این فرهنگ ما، باید مثلا فرهنگش رو حفظ کنه و این داستانا. من خواهم تا حالا نرفتم، ندیدم و هیچ وقت اصلا دلم نمیخواد برم ببینم، چون به شدت کار بی خود یه گاو بندازی وسط بخوای بهت حمله کنه، اصلا کانسپتشو درک نمیکنم. من کجا هم من
خلاصه لپ کلام این که من پزشکی قبول شدم، خب همونی که میخواستم. الان صحبت شهره که چیکار کنم، که سالامانکا واقعا دوست دارم برم چون شهر خیلی کوچیکیه و واقعا بحث 6-7 ساله میخوام 6-7 سال توی شهر کوچیک باشم. باز والنسیا سومین شهر بزرگ اسپانیاه، اول مادیده، بعد بارسلوناه، بعد والنسیا. یا مادید رو انتخاب میکنم یا والنسیا رو. حالا برم با دانشگاه صحبت کنم ببینم اوکی میدن، بعد ببینیم چی میشه. به تو خبر میدم دانشگاه رفتم، هم دانشگاه رو بهتون نشون میدم هم میگم که نتیجه چی شد. حتی یه چیز دیگه ای که اینجا مشهوده اینه که برای دوچرخه سواره یک جای جدایی درست کردن. تو مادید اینطوری نیست، خیلی من نگیرم خیابونی که دوچرخه سوارا جدا باشه مسیرشون، بین ماشینا حرکت میکنن، ولی اینجا نه، این خط باریکو گذاشتن کلن برای دوچرخه سوارا. یا فکر کنم دوچرخه های چیزه، نه دوچرخه های شهرداریه اینا، یا نه نمیدونم، نه فکر نکنم. وقتی میگم اینجا دوچرخه نمیمونه اینه، نه این چیز کرده، دو تا چرخاشو قفل کرده که ندوزدن، یعنی هر سری باز میکنه میبنده. فکر کردم چرخاشو دوزدیدن، ولی دو تاشو چسبونده این بر. بچه والنسیا زبانش فرق میکنه، نمیدونم والنسیایی بهش میگن چی میگن، ولی هم کاستیانو صحبت میکنن هم والنسیایی. هم والنسیایی نمیدونم چی جوریه، ولی خیلی قشنگه شهرش، پسندیدم. یه چیز دیگه ای که متوجه شدم اینه که اینجا دوچرخه های مردم و دوچرخه های شهرداری، حالا اگه مال شهرداریه نمیدونم، هیچ کدومشون موتور ندارن، چون دوچرخه های مادرید موتور داره و تو یه پا بزنی خودش میره دیگه، خب؟ و خیلی کمک میکنه. بعد الان فهمیدم علتش چیه، چون والنسیا خیلی صافه و اصلا نیاز نداره به موتور، ولی مادید انقدر بالا پایین داره که اگه بخوای دوچرخه معمولی سوار بشی پدرت در میاد، یعنی به معنای واقعی کلمه پدرت در میاد. ولی اینجا هر دوچرخه تا الان دیدم معمولی بود، یه دونش هم موتور نداشت. خیلی صافه والنسیا، عادت ندارم اینقدر صاف باشه، همیشه یه سر بالایی سر پایینی. جالبه. آب و هواش میدونی منو یاد چی انداخت؟ پاییز رشت، که نه خیلی مرطوبه که مثلا بمیری، مثل تابستونش نیست، ولی مرطوبه، بادم میاد اصلا معرکه. از مادید خنک‌تر فکر کنم از نظر دما، ولی شرجی بودنش باعث میشه حس کنی گرم‌تر فکر کنم. واقعا دیده نمیشه، ببینیم سطلا رو میبینین، حالا اینجا دیده میشه یه دونه، ولی مادرید نمیدونم ملت چرا این زبالاشون رو نمیدازن توی سطل، میدازن کنار سطل. بعد نگاه میکنی مثلا سطل خالیه ها، ولی دورش پره. اینجا کتابخونه دانشگاهه، یعنی داریم به خود دانشگاه نزدیک میشیم. منظور اینه چیزی
یکم دارم گیج میشم اینجا سر دانشکده ها، ولی اینجا که وسط شهره مثل مادرید نیست. چطوری اینجا؟ تو رو خدا ببین دور بر سطح آشغال چقدر تمیزه. از کنار سطح آشغال این مادرید رد میشی حالت به هم میخوره. خب اینجا بیمارستانه و طبق محاسبات من دانشکده پزشکی باید نزدیک بیمارستان باشه، چون مادرید هم همینطوریه، نزدیک بیمارستان بود دانشکده پزشکی اتونوما. بزنیم ببینیم چه خبره. بچه اینجا دانشکده چیزه، پرستاریه، یعنی اینجا دانشکده دانشکده است، یعنی جدا هم همه، یعنی دانشکده پزشکیش کجا؟ خب باید تیکر برگردم برم دانشکده پزشکی. صدا میاد ولی من انتظار داشتم دانشگاه ببینم، یعنی ولی اینجا دانشگاهی، یعنی مثلا یه فضای بزرگ دانشگاهی انگار نداره، یا اگرم داره من ندیدم، یعنی مثلا ساختمونای مختلف تو بخشای مختلف شهر میشن دانشگاه، ولی مثلا دانشگاه اتونوما که توی اینستاگرام براتون استوری کردم اونجوری نیستش که مثلا کلی فضای سبز داشته باشه و نمیدونم، اونجوری نیست، انگار تو خود شهر پخش شده دانشگاه. حالا بریم ببینیم کار ما را میندازه این دانشگاه پزشکی، یا حداقل اونا میگن کجا برم دیگه. خب بچه‌ها فکر کنم پیدا کردم، این دانشگاه پزشکیه. حالا الان میرم توش ببینم چی به چی بزنم از اینجا. آره فکر کنم مدیسینا استاپ کنم. چی بودی که الانش دانشگاه بس هم دانشگاه پزشکی هم دندان درست کنیم بزنم چه سنگه. ای خدا، داستانه ای من کلن با این دانشگاه تمام نمیشه، اصلا من امسال دانشگاه نمیرم. به خدا اینقدر من پاره شدم سر این دانشگاه، الان یعنی چی که منو پیدا نمی کنه تو سیستم؟ یعنی همه مشکلات باید سر من پیش بود. گفتش که تو دومی نفری هستی که این مشکل باستش پیش اومده تو سیستم پیداش نمی کنیم. یه پسر دیگه هم که خارجی بود اونم همین مشکل باستش پیش اومده. یا خب خواهد تو سرتون کنم من چی کار کنم این بسر؟ ای خدا تلف شدم، انقدر استرس کشم. الان 51 کیلو شدم، باورتون میشه؟ با قد 165 شدم 51 کیلو، انقدر استرس کشیدم. نمیکشم واقعا، یعنی دیگه خسته شدم عمیقا از این پروسه، خسته شدم نمیکشم واقعا. حالا میدم الان توی پارک میشینم، یه پارک نزدیک اینجاه، میرم توی پارک میشینم یک نیم ساعت دیگه دوباره میرم ببینم چی کار میکنم. اینقدر عرق کردم از خودم بدم میادم. ای خدا من چه غلطی بکنم، حالا چقدر هم هوا شرجیه اینجا، هواش گرفته است، این حس کنی خیلی مولکولای هوا دارن بهت فشار میارن. چیکار کنم؟ چقدر استرس بکشم من؟ اول مدرک زبان مشکل شد، بعد اعتراضم رو رد کردم، بعد گفتن نمیدونم I'm done okay. این به خدا اگه درست نشه امروز هم آخرین روز ثبت نام سالمانکاه، نمیدونم تا ساعت چند اصلا وقت دارم واسه سالمانکا. فعلا اتونوما رو دارم فقط. 8300 تا منطقی نیست. ای خدا عجب گیری کردم. دعا کنین درست شه. حالا شما این ویدیو رو ببینین دیگه مشخص درست شده یا نشده دیگه. یه عجب گیر کردم. از این پارک رو بهتون نشون بدم. خب اینم پارک، صدای پرندارم که میشنویم. اگه بتونم یه جای دنج پیدا کنم بشینم خیلی خوب میشه. دستشویی دارم دوباره. خدا
یه استرس میگیری جایی که نباید دستشویی بگیرم همش دستشویی میگیرم. این وضعیت من سیستم پیدام نمی کنن. یعنی چی چرا این اتفاق فقط بر من میفته؟ خوشتم ای بابا کی باز خوب بردقم مدارکم آورده بودم بخورم. فهم بابا بیا این مدارک من هم انتخابشته کردم هم اعتراضم رو زدم اینجا. ای خدا ای خدا من رو بکش توتی ببینیم فعلا توتی هم دیگه نه میشه بهشون الان فورس یاد داد. ایرانی همیشه ایرانی باقی میمونه. این وقتی داریم